با سلام، طرز تهیه شیرینی پادرازی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوش جان موجود می باشد. برای تهیه شیرینی پادرازی سه نوع آرد داریم که ما این سه تا آرد رو با هم دیگه می ریزیم توی علک یا صافی و اینها رو با هم دیگه مخلوط می کنیم و از علک یا صافی رد میکنیم. بعد از اینکه آردها رو از علک یا صافی رد کردیم، الان روغن صاف قنادی داریم، وارد یه ظرف مناسب میکنیم. اگر این روغن رو پیدا نکردین اشکالی نداره، میتونین روغن نباتی رو بذارین روی حرارت خیلی کم آب بشه، بعد بذارینش توی یخچال، سفت میشه و به همین صورت در میاد. و حالا یک دقیقه این روغن رو با همزن دور کن هم میزنم تا کاملا انسجام پیدا کنه. یک دقیقه گذشت، من روغن رو هم زدم. حالا پودر قند داریم، اضافه میکنم بهش. پودر هل داریم و زعفران. دوباره یک دقیقه این مواد رو با همزن هم میزنیم با دور کن. یک دقیقه یه دیگه من مواد رو با هم مخلوط کردم، به این شکل به دور دیگای همزن میچسبه، اشکالی نداره. وارد ظرف میکنیمش به این صورت. حالا همش هم نیمت پایین اشکال نداره، چون دوباره باید مواد رو بهش اضافه کنیم. حالا عسل داریم، عسل رو هم اضافه میکنیم. تلاش کنید که تمام مواد وارد ظرف بشه، چون با ترازو اندازه میگیریم نباید خیلی زیاد از مواد به ظرف بچسب. و حالا دوباره یک دقیقه من این رو با دور کند همزن هم میزنم. یک دقیقه دیگه هم که عسل رو ریخته بودم تو مواد گذشت هم زدم. حالا مواد رو از تیغه های همزن جداش میکنم و آرد رو به این مخلوط اضافه میکنم و شروع میکنم یواش یواش مواد رو با هم دیگه مخلوط کردن و با نوک انگشتام به این صورت اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم و اینقدر این کار رو ادامه میدم تا همه مواد رو با هم مخلوط کنم و یک خمیر منسجم به دست بیاد. من نزدیک به 10 دقیقه خمیرم رو ورز دادم، چون اولش دوندون میشه، نگران نباشین. ورز بدین، به این شکل منسجم میشه، یک خمیر لطیف و خوبی به دست میاد. حالا این خمیر رو میذارمش توی یه دونه کیسه نایلکس و میذارم تو محیط آشپزخونه برای 24 ساعت بمونه و قشنگ خمیرمون آماده بشه برای پخت. الان 24 ساعت از زمانی که خمیر رو درست کردیم گذاشتیم لای نایلکس گذشته. اگر خمیرتون ترک داشت، برش گردونین توی یه دونه ظرف و بلند کنین و ضربه بزنین توی کف ظرفتون. الان خمیر من اصلا ترک نداره و به یه قالب کوچیک احتیاج داریم که این قالبا بعضیشون بزرگتره و بعضی کوچیکتره، به شکل بیزی هسته. یه زرده تخم مرغ داریم برای رومال، برای اینکه رومالمون از روی شیرینی بلند نشه. یه مقدار کوچولو نمک اضافه میکنیم به زرده تخم مرغ و زرده تخم مرغ رو هم میزنیم. یه قالب احتیاج داریم که شیرینی هایی که درست میکنیم بچینیم توش. فر رو هم با درجه 180 یک ربع قبل روشن میکنیم. یه نایلکس میذاریم روی میزمون یا محل کارمون. یه مقدار از خمیر رو بر میداریم میذاریم روی این نایلکس.
یه نایلکس دیگه میکشیم روی خمیر و با بردنه باز میکنیم خمیرمون رو به ضخامت نیم تا یک سانت. برمیداریم روشو و با قالبی که داریم قالب میزنیم شیرینی رو از قالب جدا بکنیم. یه کمی با آرومی این کار رو انجام میدیم که خورد نشه و اطراف قالب رو فشار میدیم تا شیرینی از اون طرف قالب بیاد بیرون به این صورت. و از رومالی که داریم خیلی کم روی این شیرینی همون میزنیم، آغشتش میکنیم به این رومال به این صورت. حالا اگر دوستم داشتین میتونین کنجد بریزین، ولی احتیاجی هم نیستش. و به مدت 12 تا 15 دقیقه طبقه وسط فر قرار میدیم. دوسته عزیزم، شیرینی پادرازی آماده شده. بسیار شیرینی خوشمزه، برای نوروز هم بسیار مناسبه. امیدوارم شما هم درست کنین، دوست داشته باشین، شیرین کام باشین. پیشا پیش نوروزتونم مبارک.